بالاخره با کمترین هزینه یک دستگاه پین پوینتر با هسته هوا ساختم. جنس بدنه این دستگاه از پلاستیک است و در قسمت جلو یک LED به عنوان چراغ قوه داره. از بازچی 9 ولت برای تغذیه استفاده کردم که محل قرارگیریش در انتهای دستگاه تعبیه شده. طول این دستگاه 27 و عرضش 9 سانتی متره. برای آزمایش این پروژه از فویل 2 تا سکه، لیوان مسی و بشقاب استیل استفاده کردم. عمق کاوش این مدار با توجه به نحوه تنظیم کردن اون متغیر هست. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. با درود فراوان، برای ساخت این دستگاه اول از سیمپیچ شروع می کنم، چون سیمپیچ قسمت اصلی مدارات فلزیاب هست. من در اینجا از یک الگو با قطر 9 سانتی متر و سیم 0.2 میلیمتر یا به اصطلاح سیم 0.20 استفاده می کنم. برای ساخت این سیمپیچ سه حالت کلی وجود داره. اول، باید به صورت تجربی چندین بار سیمپیچی کنی تا تجربه لازم رو به دست بیاری. دوم، باید از طریق یک محاسبه خیلی پیش پا افتاده اون رو بسازی. و حالت سوم، ترکیب دو حالت قبلیه. البته یک حالت چهارمی هم وجود داره و اونم اینه که بیخیال همه چی بشی و از تجربیات بقیه استفاده کنی، که معمولاً این روش بیشتر استفاده میشه. البته تعداد سیمپیچی که ساختم خیلی بیشتر از این حرف هاست. مثلا در این پروژه یک فلزیاب دابل دی با قابلیت تفکیک فلزات ساختم که ویدیوش رو در روزهای آینده در کانال قرار میدم. بنابراین فعلا با تجربه‌ای که دارم میرم سراغ ساخت سیمپیچ. برای ساخت من نیاز دارم به یک سیمپیچ سه سر که قسمت اولیش 80 و قسمت ثانویه 60 دور باشه. بعد از اینکه سیمپیچ اولیه رو سیمپیچی کردم، حدود 10 سانت از سیم رو نگه می‌دارم. این سیم سر وسط سیمپیچ است و بعد دوباره شروع می‌کنم به همون جهتی که سیمپیچ اول رو ساختم، سیمپیچ دوم رو هم سیمپیچی می‌کنم. اگر تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. بعد از این یک مقداری روی سیم‌ها پارافین ریختم تا وقتی که میخوام سیم‌ها رو از الگو جدا کنم نظمشون به هم نریزه. برای درآوردن سیم پیچ هم به همین شکل است که در تصویر می‌بینید. بعد از این با سیم‌های خودش رو می‌بندم. بعد از این میرم سراغ عایق کردن سیمپیچ با کاغذ کاهی. ولی شاید براتون سوال باشه که چرا اول با کاغذ عایقش میکنم؟ چون اگر اول فول بپیچم ممکنه که یک قسمت از سیمپیچ به فول اتصالی کنه. در این صورت ممکنه که به مدار آسیب برسه. بنابراین برای اینکه از این مشکل احتمالی جلوگیری کنم، اول با کاغذ عایقش کردم.
بعد از کاغذ پیچی لبه انتهایی کاغذ رو با پارافین پلمب کردم. برای عایق کردن سیمپیچ با فویل برخلاف کاغذ که تمام قسمت‌هاش رو عایق کردم، برای عایق کردن با فویل فقط باید از این نقطه تا این نقطه رو بپیچم. بعد از این برای اینکه از باز شدن فویل جلوگیری کنم با سیم مفتولی انتهای فویل رو می‌بندم و یک سیم سفت پیست دیگر رو به فویل متصل می‌کنم. این سیم باید به قسمتی از مدار متصل بشه تا جلوی نوز رو بگیره. خب حالا که سیم پیچ رو دارم میرم سراغ مدار. در این پروژه از این مدار استفاده میکنم. ولی شاید براتون سوال باشه که این همه مدار تو اینترنته، چرا من دارم از این مدار استفاده میکنم؟ خب جوابش خیلی ساده است، به 3 تا دلیل. اولیش اینه که تمام قطعاتش در دسترسه. دلیل دومش کم مصرف بودن مداره و دلیل سومش هم اینه که عملکرد خوبی نسبت به مدارات دیگه داره. به صورت کلی عملکرد و تحلیل مدار به این صورت است. همونطور که میبینید برای تغذیه مدار از باتری 9 ولت و از یک دیود 1N4007 برای جلوگیری از عدم اتصال اشتباه پولاریته باتری به مدار استفاده کردم و از اونجایی که این مدار با ولتاژ 9 ولت کار میکنه پس از یک رگولاتور 7805 هم استفاده کردم. افت ولتاژ این دیود 7 ولته. بنابراین ولتاژ روی پایه کاتود دیود یا در واقع ورودی رگولاتور همیشه 7 ولت از ولتاژ باتری کمتره. این مدار با ولتاژ 4 الی 5 ولت به خوبی کار میکنه. این دوتا سلف که در مدار میبینید در واقع همون سیمپیچی است که ساختم و این خازن هم برای ایجاد فرکانس در مدار هست. این سیمپیچ در واقع همون سیمپیچ 60 دور هست و این یکی هم همون سیمپیچ 80 دور. برای تنظیم کردن حساسیت مدار از یک پتانسیومتر 1 کیلو استفاده کردم. ولی شما میتونید مقدارش رو از 1 تا 5 کیلو تغییر بدید و به جاش اون مقاومت 2.7 کیلو رو بردارید. مقاومت R6 و R7 هم برای ایجاد ثبات ولتاژ روی پایه امیتر هست که با یک تقسیم ولتاژ خیلی ساده میشه ولتاژ پایه امیتر رو به دست آورد. در هنگامی که جسم فلزی به سیمپیچ نزدیک نباشه، اگر فرض رو بر این بگیریم که ولتاژ القایی سیمپیچ 80 دور حدود 7 ولت و ولتاژ سیمپیچ 60 دور حدود 1 ولت باشه، با نزدیک کردن یک جسم فلزی به سیمپیچ ولتاژ سیمپیچ اول افزایش پیدا میکنه. این افزایش ولتاژ باعث افزایش ولتاژ سیمپیچ فیدبک یا همون سیمپیچ 60 دور میشه که اگر این ولتاژ بیشتر از 1.1 ولت بشه دیود هدایت میکنه و جریان رو به پایه بیس و در نهایت ترانزیستور رو در نهایه فعال قرار میده. این در حالیه که تا قبل از این ترانزیستور از طریق مقاومت 180 کیلو در ناحیه نیمه فعال قرار داشت و مدار تولید فرکانس می‌کرد. ولی با قرار دادن فقط یک مقاومت 180 کیلو حساسیت مدار دو برابر میشه. این رو هم اضافه کنم که از اونجایی که پایه امیتر با مقاومت و پتانسیومتر به زمین متصل شده، بنابراین این ترانزیستور هیچ وقت به ناحیه اشبا نمیره. وقتی که ترانزیستور به طور کامل فعال میشه دقیقاً مثل یک سویچ عمل میکنه و پایه کلکتور و امیتر به هم متصل میشه. در این حالت سیمپیچ 80 دور و مقاومت های امیتر مثل یک تقسیم ولتاژ عمل میکنن و از اونجایی که مقاومت سیمپیچ کمتر از مقاومت های امیتر هست، بنابراین بیس ترانزیستور Q2 به مثبت وصل میشه.
در این حالت ترانزیستور Q2 خاموش میشه. در این حالت بیس ترانزیستور Q3 از طریق مقاومت RC به زمین میرسه و ترانزیستور Q3 رو روشن میکنه و از اونجایی که بیس ترانزیستور Q4 هم به بیس ترانزیستور Q3 وصله، بنابراین ترانزیستور Q4 هم روشن میشه. ولی اینجا یک مشکل وجود داره. از اونجایی که این مدار یک مدار القایی هست، بنابراین افت ولتاژ در این مدار وجود داره که این امر باعث عدم توانایی مدار برای روشن کردن LED و بازر میشه. برای رفع این مشکل از 3 تا خازن الکترولیتی استفاده کردم. یک خازن 1 میکرو برای بیس ترانزیستورهای Q3 و Q4، یک خازن 1 میکرو برای LED و یک خازن 4.7 میکرو هم برای بازر. ولی شاید براتون سوال باشه که چرا یک مقاومت 1.8 کیلو رو از بازر مستقیم به مثبت وصله؟ از اونجایی که ولتاژ بازر 5 ولته و ولتاژ LED با توجه به رنگی که انتخاب میکنید متفاوت هست و با بازر اختلاف ولتاژ داره، بنابراین با سویچ کردن ترانزیستورهای 3 و 4 اول LED روشن میشه و وقتی که به پرنورترین حالت رسید بازر شروع به سود زدن میکرد. ولی من میخواستم همزمان با روشن شدن LED بازر هم شروع به کار کنه. بنابراین بازر رو با یک مقاومت به مثبت بس کردم تا با کوچکترین تغییر همزمان با LED روشن بشه. برای اتصال فویل به مدار هم از یک دیود و یک خازن عدسی استفاده کردم. از خازن برای بلاک کردن سیگنال تولید شده در سیم پیچ و این دیود هم برای جلوگیری از وارد شدن سیگنال تولید شده توسط مدار به فویل هست. و در آخر این LED هم به عنوان چراغ قوه این پروژه است که برای افزایش نور باید این مقاومت رو کاهش بدید. البته شما میتونید با استفاده از این فرمول مقاومت دقیق رو محاسبه کنید، ولی من در اینجا از مقاومت 470 اوم استفاده کردم چون نمیخوام انرژی باتری روی LED هدر بره. خب بعد از اینکه فهمیدیم این مدار چطور کار میکنه، سیمپیچی که ساختم رو بهش وصل میکنم. بعد از اینکه سیمپیچم رو به مدار وصل کردم، یک بار مدارم رو تنظیم میکنم. برای تنظیم کردنش به این صورت است که باید پتانسیومتر رو طوری بچرخونید که LED و بازر در مرز بین روشن و خاموش قرار بگیرن. خب همونطور که میبینید عمق کاوشش خیلی کمه. این به این دلیله که سیم‌های سیمپیچ رو اشتباه وصل کردم. اگر تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. ولی وقتی که سیم‌های سیمپیچ رو سر جاش قرار میدم و دوباره مدار رو تنظیم میکنم، همونطور که میبینید عملکردش عالی میشه. حالا PCB همین مدار رو داخل پروتئوس طراحی کردم و اون رو روی کاغذ گلاسه پرینت گرفتم و میخوام اون رو روی فیبر خام چاپش کنم. پس میام اول روی مس رو با سنباده 1000 سنباده میزنم و بعد از سنباده زدم بورد رو با اسپری خشک و دستمال کاغذی تمیز میکنم. بعد از این کاغذها رو روی مس قرار میدم. قطعات مربوط به سیمپیچ رو از مدار اصلی جدا کردم تا مدارم جمع جورتر بشه. برای چاپ PCB به روش اتو مدارم رو چاپ کردم. و برای از بین بردن مس هم از اسید مسبری استفاده کردم و به اندازه 2 برابر ارتفاع بورد اسید میریزم و تا زمان آماده شدن بورد ظرف رو تکون میدم که معمولا حدود 10 دقیقه زمان میبره. بعد از اینکه بورد آماده شد اون رو از تو اسید در میارم و با آب میشورم. و بعد روی مس رو با سنباده 1000 دوباره سنباده میزنم.
و در آخر هم روش رو با اسپری خشک شستشو میدم و با گوش با کن تمیزش میکنم. و این هم نتیجه کار. از اونجایی که نمیخوام زیاد ویدیو طولانی بشه، قسمت سوراخ‌کاری رو کات کردم. اینها قطعاتی هستن که باید در این پروژه استفاده کنم. برای لیم کردن اول قطعات SMD رو لیم میکنم و بعد میرم سراغ قطعات دیپ. اگر هنوز سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. اگر تا اینجا ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن.
برای اتصال دو مدار به هم میخواستم از سوکت USB استفاده کنم، ولی بعدش تصمیم گرفتم از سوکت میکرو USB تایپ B استفاده کنم و این هم نتیجه کار. خب حالا میخوام برای این مداری که ساختم یک قاب طراحی کنم. برای این کار از یک لوله پلاستیکی با قطر 4 سانتی متر استفاده کردم و این قسمت که سوراخ کردم برای LED است. در اینجا از یک لوله دیگه به طول 4 سانتی متر بریدم تا بتونم ازش به عنوان درپوش استفاده کنم. بنابراین باید اون رو به این شکل ببرم. تا من این لوله رو میبرم، اگر هنوز سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. حالا باید این لوله رو صاف کنم، پس با فندک بهش حرارت میدم تا نرم شه. بعد از این با یک جسم صاف لوله رو صاف میکنم و این هم نتیجه کار. حالا برای اینکه تبدیلش کنم به درپوش، باید به اندازه قطر بیرونی لوله این صفحه رو اندازه بزنم و ببرمش. پس از اونجایی که قطر لوله 4 سانته و عرض اره هم حدود 1.5 میلیمتر هست، پس میام صفحه رو به 2 تا 4.2 سانت برش میزنم و گوشه های اون رو با کفچین گرد می کنم. و برای اینکه دقیق اندازه سر و ته لوله بشه، درپوش ها رو با سنباده 80 سنباده می زنم. بعد از این جای خروج صدا و محل قرارگیری پتانسیومتر رو سوراخ و کلید قطع و وصل رو سر جاش قرار میدم. خب همونطور که میبینید جلوی مدار دوتا مهره گذاشتم. اینها برای پیچ کردن درپوش و نگه داشتن سیم پیچ است. در اینجا هم محل قرارگیری LED رو با چسب 1-2-3 بستم تا کارم تمیزتر در بیاد. و این هم درپوشی است که متناسب با جای LED و سوکت و اون دوتا پیچ ساختم. میبینید بعد از اینکه پیچش رو میبندم، درپوش دقیقا سر جاش قرار میگیره. حالا برای اون طرف درپوش که برای باتری هست، اول از این حلقه پلاستیکی برای نگه داشتن درپوش استفاده میکنم و اون رو با چسب سر جاش ثابت میکنم و این هم قسمت جا باتری دستگاه. حالا دیگه نوبتی هم باشه، نوبت ساخت نگه دارنده برای سیم پیچه. برای این کار هم از لوله استفاده میکنم و اون رو به اندازه 13 سانت میبرم و از اونجایی که قطر سیم پیچ من 9 سانته، پس به یک قاب با اندازه 13 در 10 سانت نیاز دارم. پس میام یک لوله 13 سانتی میبرم و اون رو از وسط مثل تصویر برش میدم و بعد با فندک بهش حرارت میدم تا نرم شه. بعد از اینکه کامل نرم شد، روی لوله رو سرامیک میذارم تا تمام قسمتاش به یک اندازه صاف شد. البته این رو هم اضافه کنم که اگر به جای فندک از گاز پیکنیک استفاده کنید، کارتون خیلی سریع تر پیش میره. اینم تا اینجای کار. حالا میخوام طرحی که روی کاغذ کشیدم رو روی پلاستیک پیاده کنم. برای این کار اول مثل تصویر حرارت میدم و بعد دو طرف صفحه رو به سمت بالا زاویه میدم.
خب این قسمت هایی که میبینید هاشور خورده رو جدا کردم. این لبه ها رو هم با حرارت بهش شکل دادم و در آخر هم یک تکه پلاستیک المانند رو در این قسمت میچسبونم تا بتونم سیم پیچ رو به مدارم پیچ کنم. این LED که در تصویر میبینید در واقع به جای دیود 1N4007 هست. وقتی که از LED سبز مات استفاده بشه دستگاه عمق کاوش بیشتری داره. اگر خودتون هم تست کنید متوجه این موضوع میشید. و در آخر هم برای اینکه روی قابی که ساختم در پوش بذارم از یک تکه پارکت استفاده کردم و اون رو با چسب 1-2-3 سر جاش چسبوندم. و برای اینکه کارم تمیزتر در بیاد دور تا دور قاب رو با سنباده 80 سنباده زدم. و یک مقدار درز داشت که اون رو هم با چسب 1-2-3 گرفتم. و این هم نتیجه نهایی کار. اگر تا اینجا ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعد، بدرود.